فقط مطیعان نباشید. بعضی مواقع مثل این میمونه که ما میخوام از خدا اطاعت کنیم، آمین، هر چی میگه اطاعت میکنیم، اما میخوام دعوتتون کنم که از اون اقتداری که الان حق شماست در اطاعت استفاده کنید و حتی تستش کنید، به کارش ببرید، در خونتون به کار ببرید. من خیلی خوشحال هستم از طریق ایمیل ها و مسیج هایی که میگیرم، میگه هر پیغامی که میشنون میگه من رفتم و کردم و شد. دوست دارم یه بار این شهادت ها رو برای شما بگم که چطوری خدا از طریق پیغام ها مردم باور میکنه، میگه اوکی اگه این حق منه پس ما باید این رو بگیرم. شخصی زنگ زده بود میگفت که همسرم توی بحرانی بود و توی این بحران اقتصادی کارش رو باید از دست میداد و توی لیستی هم گفته بودن احتمالا کسی که از اینجا برن بیرون یکیش هم همسر منه، اینا حتما از این شرکت باید برن بیرون. میگه سالها هم خدمت کرده بود، وفادارانه در اونجا کار کرده بود، ولی جزء لیستایی بود که قرار بود اینها رو به خاطر وضعیت اقتصادی اینها رو بکنن بیرون. میگه خب مدتی داشتم دعا میکردیم، خدایا تو میدونی تو رزق روزی دهنده ای، خدایا نذار نکنه این اتفاق بیفته، نکنه من این شوهر من بری بیرون، اگه بری بیرون چیکار کنیم، قرضمون رو چیکار کنیم، اینو چیکار کنیم، اونو گرفتیم ما روش حساب کرده بودیم، فکر میکردیم وام میگیریم، خونه گرفته بودیم، اینو گرفته بودیم، همه پرامون به هم میریزه. ساده هم نیست که در جا بخوایم بریم مثلا دوباره یه کار دیگه پیدا کنیم، یه شغل دیگه پیدا بکنیم، همه این سیستم ها به هم میریزه. میگه مدتی بود فکر ما اینطوری بود، ولی میگفتیم خب دعا کنیم، خدا حتما کمک میکنه، حتما خداوند یه راهی رو مهیا میکنه، حتما یه طریقی دیگه. میگه مدت‌های طولانی دعا میکردیم که این اتفاق نشه. میگه توی این ایام بود که یه دفعه زد و شوهر ما جزو این لیست، گفتن بفرما برو بیرون. خدایا تو قول دادی که فرزندانت تنها نمیذاری، چرا همچی اتفاقی افتاده؟ تو گفتی رزق و روزی رو میدم، خدایا چرا همچی اتفاقی افتاده؟ میگه توی این شرایط ما بودیم. میگه تا اینکه استثناء اتفاقی با برنامه شما آشنا شده بودم و داشتم برنامه ها دقیقا راجع به اقتدار بود که یه جاهایی ما اشتباه داریم دعا میکنیم و به همین دلیل چون که اشتباه دعا میکنیم اشتباه هم دریافت میکنیم، یا در واقع چیزی دریافت نمیکنیم. و اونجا یاد گرفتم که این حق توه و تو باید حق تو بگیری و یه جایی شیطان به زندگی تو حمله میکنه. اگه میبینی روال عادی یه زندگی داری میره جلو میره جلو، یک سال دو سال سه سال چهار سال پنج سال شش سال سر یه کاری هست همه چی اوکی، یه دفعه به هر حال یه عده قراره برن بیرون، یه شرکت هم کلا تعطیل نشده و یکی از اونایی که قرار اخراج بشن همسر توه، بیست بگو که حق این شوهر منه که در این شرکت باشه. میگه توی این ایام بود داشتم تازه اینها رو گوش میکردم، هنوز برام جا نیفتاده بود که یعنی چی این اقتدار و زیر اقتدار بودن یعنی چی و من چطوری باید دعا بکنم. بعد تعریف میکرد، میگه تو همین ایام بود شوهرم هم دیگه اعصاب معصاب، معمولا شوهرها اعصاب معصاب ندارن دیگه به هر حال این چیزی، میگه اومد خونه و هی سر چیزای مختلف هی گیر میداد. میگه منم سعی میکردم یا هیچی نگم یا بعضی مواقع دیگه عصبی میشدم منم یه چیزی بهش میگفتم. میگه یه روز تصویر گذاشت نرو، اومد گفت که من خسته شدم وسایلت جمع کن این خونه میری بیرون دیگه. گفتم چی؟ یعنی چی من این خونه ببرم؟ همین که گفتم من میرم دیگه تو این خونه تنبت باشی. میگه نشسته بودم خدایا چرا این طور شد؟ یادم افتاد که شیطان زده به زندگیت. میگه این جمله‌ای که توی پیغام ها گفت یادم اومد. میگه بلند شدم یه ذره خودم رو جمع و جور کردم، میگه برای اولین بار بود مسیر دعام عوض کردم، اولین بار بود که تازه میخواستم اینطوری دعا کنم و میگه شروع کردم. شیطان به نام عیسی مسیح به تو فرمان میدم اونی که از این خونه بره بیرون من نیستم، تو هستی باید این خونه بره بیرون و اونی که از این شرکت باید بره بیرون شوهر من نیست، تو باید بری بیرون. میگه شروع کردم دعا کردن. میگه نمیدونم چقدر طول کشید، دعا کردن، فرمان دادن، بچه‌هامو زیر اقتدار آوردن و از حق اقتدار خودم استفاده کردن. میگه یه ذره که آروم شدم احساس کردم خدا داره بهم میگه که بلند شو یه چیز درست کن برای شب. گفتم خدای حوصله ندارم با این دعوایی که اتفاق افتاد و این حرفایی که شنیدم. گفت بلند شو یه چیز درست کن. میگه رفتم یه شامی درست کردم، دیدم همسرم اومد. گفتم حالا میگه چرا همون اینجایی تو؟ میگه از در که وارد شد گفت که شام چی داریم؟
گفتم اینو داریم. گفت بکش خیلی گرسنه، با هم بخوریم. میگه اصلا یه صدا انگار مرد نبودی به من میگه بعد از اینجا بری بیرون. البته مردا شکمشون رو سیر کنی معمولا آرومن. صداشون دیگه در نمیاد. پس میگه بعد از چند روز دیدم یه نامه اومد، شوهرم که اخراج کرده بودن، گفتن که اوکی ما چند نفر هنوز میخوایم، اون کسی که میخوایم یکی شوهر شماست، اون مرده. میگه تمام سالهای ایمانم واقعا از خدا اطاعت میکردم، واقعا سعی میکردم از خدا اطاعت کنم، ولی دعا کردن بلد نبودم. پس میخوام اینو به شما بگم، فقط اینکه اطاعت از خدا میکنید کافی نیست، آمین، از حقت در مسیح و اقتدارت استفاده هم بکن، آمین. این فقط یه شهادته، شهادتهای زیادی دارم که برخوا از جاهای مختلف میاد و میشنوم، دوست دارم با شما در میون بذارم که مردم وقتی میگیرن باور میکنن و انجام میدن و میشه، و شما هم وقتی باور کنی و بگی انجام میشه، آمین. تست کن و اقتدارتو در مسیح دریاب، آمین.